زدکا از آنجا که بود بخش و تختها را می دید. تمام تختها به جز یکی که خودش را بران بسته بودند خالی بود و کنار تخت دختری ایستاده بود و با وحشت به او نگاه می کرد. آن دختر نمی دانست زنی که روی تخت خوابیده هنوز زنده است و تمام ساختارهای زیست شناختیش خوب عمل می کنند. اما روحش دارد پرواز می کند. تقریبا تا سقف بالا رفته و یک جور حس آرامش ژرف را تجربه می کند. زدکا داشت یک سفر اسیری را پشت سر می گذاشت. چیزی که در نخستین تجربهش از شوک انسولینی باعث شگفتیش شده بود. این تجربه را برای هیچ کس نگفته بود. آنجا او تنها کسی بود که به خاطر افسردگی تحت درمان بود و امیدوار بود پس از بهبودی وضعیتش آنجا را برای همیشه ترک کند. اگر به دیگران می گفت بدنش را ترک کرده، فکر می کردن دیوانه تر از هنگام ورودش به ویلت شده. در هر حال همین که به بدنش بازگشت، مطالعه هر دو موضوع را شروع کرد. شوک انسولین و احساس غریب شناوری در فضا. درباره آن شیوه درمان چیز زیادی ننوشته بودند. نخستین بار حدود سال 1930 این روش را به کار گرفته بودند. اما بعد از آن به خاطر احتمال آسیب‌های غیرقابل برگشت به بیمار به طور کامل کنار گذاشتند. در یکی از جلسات در کالبد اسیری خود دفتر دکتر ایگور را دیده بود. درست در همان لحظه‌ای که داشت در مورد همین موضوع با یکی از مالکان بیمارستان بحث می‌کرد. دکتر ایگور داشت میگفت جنایته. مرد دیگه پاسخ داد بله، اما ارزان و سریعه. به هر حال کی پیگیر حقوق دیوونه هاست؟ هیچکس شکایت نمیکنه. پزشکا هنوز همین روش را به عنوان درمان سریع افسردگی در نظر می گرفتند. زدکا به دنبال هر چیزی که درباره شوک انسولینی نوشته شده بود میگشت و قرض میگرفت، به ویژه گزارش های دست اول بیمارانی را که این شوک را تجربه کرده بودند. داستان همیشه از یک قرار بود، وحشت و باز هم وحشت. حتی یک نفر از آنها حالتی را تجربه نکرده بود که زدکا در آن لحظات در درون آن زندگی می کرد. زدکا به این نتیجه رسید و کاملا هم حق داشت که هیچ ارتباطی بین انسولین و احساس جدا شدن هوشیاریش از بدنش وجود ندارد. کاملا برعکس، علت استفاده از این نوع درمان کاستن از ظرفیت ذهنی بیمار بود. بعد درباره وجود روح تحقیق کرد، چند کتاب درباره علوم غریبه خواند و سپس یک روز تصادفاً به مجموعه معارف گسترده‌ای برخورد که دقیقاً تجربه او را توصیف می‌کردند. نام این تجربه سفر اسیری بود و افراد زیادی آن تجربه را پشت سر گذاشته بودند. برخی صرفاً احساسشان را تشریح می‌کردند، دیگران شیوه برانگیختن این حالت را آموزش می‌دادند. اینک زدکا آن شیوه ها را عمیقاً می‌دانست و هر شب از آنها استفاده می‌کرد تا به هر کجا که دلش می‌خواست برود. توصیف های موجود از آن تجربه ها و الهام ها متفاوت بود، اما همه در یک چیز اشتراک داشتند. صدای غریب و آزارنده‌ای که پیش از جدا شدن جسم از روح شنیده می شد. سپس یک شوک، کاهش سریع هوشیاری و بعد آرامش و لذت شناوری در هوا، در حالی که روح با ریسمانی سیمین به بدن متصل می ماند. تنابی که می شد آن را تا بی نهایت کشید. هرچند افسانه هایی بودند، البته در کتاب ها که می گفتند اگر شخص اجازه بدهد این ریسمان سیمین پاره شود می میرد. با این حال تجربهش نشان داد که می تواند تا هر کجا که بخواهد برود و ریسمان هرگز پاره نمی شد. اما کتاب ها عموماً در آموزش بیشتر جزئیات سفرهای اسیری بسیار مفید بودند. به طور مثال آموخته بود که وقتی می خواهد از مکانی به مکان دیگر برود، باید بر فرافکندن خود به درون فضا تمرکز کند و تصور کند که دقیقاً کجا می خواهد برود. برخلاف روش های سیر هواپیما که از یک مکان برمی خیزد و فاصله لازم را برای رسیدن به مکان دیگر طی می کند، یک سفر اسیری از راه تونل های اسرارآمیزی انجام می گرفت. آدم خود را در مکانی تصور می کرد، با سرعت خوفناکی وارد تونل مناسب می شد و آن مکان ظاهر می شد. با استفاده از همین کتاب ها ترس خود را از موجودات ساکن در فضا از دست داد. امروز هیچ کس در بخش نبود، اما نخستین باری که بدنش را ترک کرد افراد بسیاری را دیده بود که او را تماشا می کردند و از شگفت زدگی او سرگرم شده بودند. نخستین تصورش این بود که اینها ارواح مردگانند، ارواحی که بیمارستان را تسخیر کردند. سپس با کمک کتاب‌ها و تجربه‌های شخصی فهمید هرچند معدود ارواح مرده‌ای نیز در آن اطراف سرگردان هستند، اما در میان آنها افرادی هم هستند که مثل خودش زنده‌اند، که یا به شیوه‌های ترک کالبدهای خود دست یافتند و یا حتی از آنچه بر سرشان می‌گذشت خبر نداشتند، چون در جای دیگری از جهان ژرف در خواب بودند و در همان حال روحشان آزادانه در خارج پرسه می‌زد. امروز
آگاه از اینکه این آخرین سفر اسیریش در اثر القای انسولین است، اخیراً به دفتر دکتر ایگور رفته بود و شنیده بود که میتواند او را مرخص کند، تصمیم گرفت در ویلت بماند. از لحظه‌ای که از دروازه اصلی خارج میشد دیگر هرگز نمیتوانست برگردد، حتی به شکل روح، و میخواست با آن وداع کند. وداع، این دشوارترین بخش بود. کسی که یک بار در بیمارستان روانی بوده، با آزادی که در جهان جنون وجود دارد خو میکند و معتاد میشود. آدم دیگر لازم نیست مسئولیتی بپذیرد، برای به دست آوردن نان روزانه‌اش بجنگد، از وظایف تکراری این دنیا آزار ببیند. آدم اگر دلش بخواهد ساعت‌ها وقتش را صرف تماشای یک عکس و یا سر دادن صداهای احمقانه کند، همه چیز تحمل می‌شود. چون در هر حال این شخص از نظر ذهنی بیمار است. همانطور که خودش گاهی مشاهده کرده بود، بیشتر ساکنان آنجا همین که وارد بیمارستان می‌شدند، بهبودی قابل توجهی از خود نشان می‌دادند. دیگر مجبور نبودند علائم بیماری خود را پنهان کنند و فضای خانوادگی آنجا کمکشان میکرد تا روان نژندی یا روان پریشی خود را بپذیرند. در آغاز زدکا شیفته ویلت شده بود و حتی به این فکر افتاد که پس از درمان عضو انجمن برادری شود، اما فهمید که اگر عاقل باشد میتواند خارج از آنجا هم کنار رویارویی با مشکلات زندگی روزمره هر کاری که دوست دارد بکند. همانطور که کسی گفته بود، تنها لازم بود این دیوانگی را تحت اختیار خود بگیرد. آدم میتوانست مانند هر موجود انسانی عادی دیگر گریه کند، نگران یا خشمگین شود، اما تا آن هنگام که بالاتر از همه روحش با صدای بلند به تمامی آن شرایط پرخار و خاشاک بخندد. به زودی به خانه برمیگشت، پیش فرزندان و شوهرش، و این بخش زندگیش نیز جذابیت‌های خاص خودش را داشت. البته پیدا کردن کار مشکل بود. در هر حال در شهر کوچکی مثل لیوبلیانا اخبار به سرعت پخش می شدند و اشخاص بسیاری همین حالا هم از بستری شدنش در ویلت خبر داشتند. اما شوهرش پول کافی برای نگهداری از خانواده به دست می آورد و زدکا می توانست از وقت آزادش برای ادامه سفرهای اسیریش استفاده کند، آن هم بدون تأثیر خطرناک انسولین. تنها یک چیز بود که دیگر نمی خواست تجربه کند، همان که او را به ویلت کشانده بود. افسردگی. به گفته پزشکا، ماده تازه کشف شده‌ای به نام سروتونین یکی از ترکیب‌های مسئول احساسات انسان است. کاهش این ماده به ظرفیت انسان برای تمرکز بر کار، خوابیدن، خوردن و لذت بردن از خوشی‌های زندگی لطمه می‌زند. وقتی سروتونین مطلقاً وجود نداشته باشد، شخص دچار ناامیدی، بدبینی، احساس بیهودگی، خستگی بیش از حد، اضطراب و اختلال در تصمیم گیری می‌شود. و سرانجام به درون تاریکی ابدی فرو می رود که به بی‌اعتنایی مطلق و یا خودکشی منجر می شود. پزشکایی که محافظه‌کارتر بودند می گفتند هر تغییر مهم در زندگی می تواند سبب شروع افسردگی شود. مهاجرت به یک کشور دیگر، از دست دادن یک عزیز، طلاق، افزایش توقعات کاری یا خانوادگی. بعضی مطالعات جدید بر مبنای تعداد بستری‌های زمستانی و تابستانی به کمبود نور خورشید به عنوان یکی از علت‌های افسردگی اشاره می‌کردند. به هر حال دلیل بیماری زدکا ساده‌تر از آن بود که فکر می‌کردند. مردی پنهان در گذشته‌اش و یا خیالات او از مردی که مدت‌ها پیش او را می‌شناخت. خیلی احمقانه بود. فرو رفتن در افسردگی و جنون فقط به خاطر مردی که حتی جا و مکان کنونی‌اش را نمی‌دانست. اما در جوانی ناامیدانه عاشق مرد شده بود. زدکا همچون هر دختر جوان عادی دیگر نیازمند تجربه عشق ناممکن بود. در هر حال برخلاف دوستانش که تنها رویای عشق ناممکن را می دیدند، زدکا تصمیم گرفته بود فراتر برود. کوشیده بود به این رویا جامعه عمل بپوشاند. مرد در آن سوی اقیانوس زندگی می کرد و زدکا همه چیز را فروخت تا برود و به او ملحق شود. مرد ازدواج کرده بود، اما زدکا نقش خود را به عنوان معشوقه پذیرفت و به صورت پنهانی نقشه می کشید تا او را شوهر خود کند. مرد به ندرت وقت کافی برای خودش داشت، اما زدکا حاضر شد روزها و شبها را در اتاقی در یک هتل ارزان قیمت بگذراند و انتظار تلفن‌های نادر او را بکشد. علی‌رغم تصمیمش برای کنار گذاشتن همه چیز به نام عشق، این رابطه حاصلی نداد. مرد هرگز به صراحت چیزی نگفت، اما یک روز زدکا فهمید از این پس دیگر مزاحم است و به اسلوونی برگشت. تا چند ماه به ندرت غذا می خورد
هر ثانیه ای را که با هم سپری کرده بودند به یاد می آورد. بارها بارها لحظات لذت مشترکشان را مرور می کرد و سعی می کرد به موضوعی فکر کند که به او امیدی برای آینده این رابطه می داد. دوستانش نگران حالش بودند، اما چیزی در قلبش می گفت این فقط یک مرحله گذراست. رشد شخصی بهای خودش را دارد. و زدکا داشت بدون هیچ شکایتی این بها را می پرداخت. و چنین شد. یک روز صبح با تمایل ژرفی به زندگی از خواب بیدار شد. برای نخستین بار پس از مدت‌ها با لذت غذا خورد و بعد از خانه بیرون رفت و شغلی پیدا کرد. نه تنها کار پیدا کرد، بلکه توجه یک مرد جوان و جذاب و باهوش را هم به خود جلب کرد که زنان زیادی به دنبالش بودند. یک سال بعد با او ازدواج کرد. زدکا هم خصومت و هم تشویق‌های دوستانش را تحریک می‌کرد. دو نفری برای زندگی به خانه راحتی رفتند که باقی داشت و مشرف به رودخانه‌ای بود که از میان لیوبلیانا می‌گذرد. بچه دار شدند و تابستان ها به اتریش یا ایتالیا سفر می کردند. وقتی اسلوونی تصمیم گرفت از یوگسلاوی جدا شود، شوهرش به ارتش فراخوانده شد. زدکا سرب بود، یعنی دشمن، و زندگیش در آستانه فروپاشی می نمود. در 10 روز جنگی که پیش آمد، هنگامی که لشکرها برای جنگ آماده می شدند و هیچ کس نمی دانست نتیجه اعلام استقلال اسلوونی چه خواهد شد و چقدر خون به خاطر آن بر زمین خواهد ریخت، زدکا فهمید چقدر شوهرش را دوست دارد. نزد قدیسان و فرشتگان همه گونه نذری کرد تا شوهرش به خانه بازگردد و چنین هم شد. شوهرش برگشت. بچه ها توانستند به مدرسه هایی بروند که در آنها زبان اسلوونی تدریس می شد و خطر جنگ به جمهوری همسایه کرواسی منتقل شد. 3 سال گذشت. جنگ یوگسلاوی با کرواسی به بوسنی منتقل شد و اخبار همه از قتل عام هایی می گفتند که سرب ها می کردند. زدکا فکر کرد زدن برچسب جنایتکار به یک ملت به خاطر حماقت تعدادی دیوان ناعادلانه است. زندگیش معنایی یافت که هرگز انتظارش را نداشت. با غرور و شهامت از مردمش دفاع می کرد. در روزنامه ها مقاله می نوشت. در تلویزیون ظاهر می شد. کنفرانس تشکیل می داد. تمام تلاش هایش بی حاصل بود و حتی امروز خارجیان هنوز معتقدند که تمام سرب ها مسئول آن قصابت ها هستند. اما زدکا می دانست وظیفه‌اش را انجام داده و نمی توانست برادران و خواهرانش را در چنان شرایط دشواری ترک کند. می توانست روی کمک شوهر اسلوونیاییش، کمک فرزندانش و کمک افرادی که تحت تاثیر ماشین‌های تبلیغاتی هر دو طرف قرار نگرفته بودند حساب کند. یک روز از کنار مجسمه پرسرن، شاعر بزرگ اسلوونیایی می‌گذشت و زندگی او غرق در اندیشه‌اش کرد. پرسرن در 34 سالگی روزی به کلیسایی رفت. در آنجا دختر نوجوانی به نام جولیا پریمیک را دید و سخت عاشقش شد. همچون خونیاگران باستانی آغاز به نوشتن شعرهایش برای او کرد، به امید آنکه روزی با او ازدواج کند. معلوم شد جولیا دختر یک خانواده طبقه متوسط رو به بالاست و پس از آن برخورد اتفاقی در کلیسا، پرسرن دیگر هرگز نتوانست به او نزدیک شود. اما آن ملاقات نابترین اشعار او را خلق کرد و گرداگرد نامش افسانه عظیم ساخت. در میدان مرکزی کوچک لیوبلیانا، مجسمه این شاعر ثابت به چیزی خیره شده. اگر مسیر نگاهش را دنبال کنید، در آن سوی میدان چهره زنی را می‌بینید که بر روی دیوار سنگی خانه حکاکی شده. جولیا در همان خانه زندگی می‌کرد. حتی پس از مرگ هم پرسرن تا ابد به عشق غیر ممکن خود چشم خواهد دوخت. اما اگر کمی جدی‌تر مبارزه می‌کرد چه؟ قلب زدکا به شدت به تپش افتاد. شاید این دلهور نشانی حادثه بدی بود. شاید بلایی بر سر یکی از بچه‌هایش آمده بود. شتابان به خانه برگشت و دید بچه‌ها مشغول تماشای تلویزیون و خوردن ذرت بوداده هستند. در هر حال اندوه گذرایی نبود. زدکا دراز کشید و نزدیک 12 ساعت خوابید و بعد هم که بیدار شد دلش نمی‌خواست از جایش برخیزد. داستان پرسرن تصویر نخستین عشق خودش را زنده کرد. کسی که دیگر خبری از او نشنیده بود. و زدکا از خودش پرسید: آیا سخت جنگیدم؟ آیا درست بود به جای خواستن همه چیز همونطور که می‌خواستم نقش خودم را به عنوان معشوقه بپذیرم؟ آیا با همان نیرویی که برای ملتم جنگیدم برای نخستین عشقم هم جنگیدم؟ زدکا خودش را متقاعد می‌کرد که به حد کافی جنگیده، اما اندوهش سپری نمی‌شد. چیزی که زمانی برای او بهشتی می‌نمود، خانه کنار رودخانه، شوهری که دوستش داشت، فرزندانی که در برابر تلویزیون می نشستند و ذرت بوداده می خوردند، آرام آرام برایش به دوزخ تبدیل شد.
امروز پس از چندین سفر اسیری و چندین ملاقات با موجودات متعالی تر می دانست همه اینها بی‌معناست. او از عشق غیرممکن خود بهانه‌ای ساخته بود. دستاویزی برای شکستن پیوندهایش با زندگی کنونیش، بسیار متفاوت با زندگی که انتظارش را داشت. اما 12 ماه پیش شرایط بسیار فرق می کرد. خشمگینانه شروع به جستجوی آن معشوق دور دست کرد. پول هنگفتی را خرج تلفن‌های خارج از کشور کرد. اما آن مرد دیگر در شهر سابقش زندگی نمی کرد و یافتنش غیر ممکن بود. مدام با پست سری و سر نامه می فرستاد که همه برمی گشتند. به تمام دوستانش زنگ زد اما هیچ کس خبر نداشت چه بر سر او آمده. شوهرش کاملا از آنچه میگذشت بیخبر بود و همین زدکارا خشمگین میکرد، چون شوهرش دست کم میتوانست به چیزی مشکوک شود، هیاهوی شکایتی کند، تهدیدش کند که او را به خیابان میاندازد. سرانجام متقاعد شد که شوهرش به متصدیان تلفن خارج از کشور، نامه رسانها و تمام دوستانش رشوه داده که خود را بی‌اعتنا نشان دهند. جواهرات عروسیش را فروخت و یک بلیط هواپیما به مقصد آن سوی اقیانوس گرفت، تا اینکه یک نفر او را متقاعد کرد که آمریکا به مکان بسیار بزرگی است و اگر آدم نداند دنبال چه می‌گردد رفتن به آنجا بی حاصل است. یک روز بعد از ظهر دراز کشید. تا آن زمان چنان به خاطر عشقش رنج نکشیده بود. حتی هنگامی که به زندگی روزمره هولناک لیوبلیانا برگشته بود. آن شب و 2 روز بعد را در اتاقش گذراند. روز سوم شوهرش در نهایت مهربانی و در نهایت نگرانی برای او پزشکی را خبر کرد. آیا نمی دانست که زدکا می کوشد با مرد دیگری تماس بگیرد، بی عفتی کند، زندگیش را به عنوان یک همسر محترم با زندگی به عنوان معشوقه یک نفر دیگر عوض کند؟ لیوبلیانا خانه و فرزندانش را برای همیشه ترک گوید؟ پزشک از راه رسید. زدکا دچار حالت هیستریک شد و در را قفل کرد و تنها وقتی بازش کرد که دکتر رفته بود. یک هفته بعد دیگر توان کافی برای خروج از بستر نداشت و حتی در تختش اجابت مزاج می کرد. دیگر فکر نمی کرد. مغزش را خاطره های تکه تکه مردی تسخیر کرده بود که به باور خودش او هم داشت نومیدان دنبال زدکا می گشت. شوهرش که به گونه خشماوری مهربان بود ملحفه ها را عوض می کرد. موهایش را شانه می زد و می گفت همه چیز باز رو به راه می شود. بچه هایش دیگر به اتاقش نمی آمدند، چون یک بار بی هیچ دلیلی به صورت یکی از بچه ها سیلی زد. بعد به پایش افتاد، پایش را بوسید، طلب بخشش کرد و برای نشان دادن اندوه و پشیمانیش لباس خوابش را از هم درید. یک هفته تمام غذاهایی را که به او می دادند استفراغ کرد. چند بار از واقعیت دور شد و دوباره برگشت. سراسر شب بیدار می ماند و سراسر روز را می خوابید و سپس بعد از یک هفته 2 مرد بدون در زدن وارد اتاقش شدند. یکی از آنها او را گرفت و دیگری دارویی به او تزریق کرد و بعد در ویلت به هوش آمد. شنید که دکتر به شوهرش گفت افسردگی گاهی در اثر پیش پا افتاده ترین چیزها برانگیخته میشه. به طور مثال در اثر فقدان یک ماده شیمیایی به نام سروتونین در بدن.